رادیو همراه بفرمایید. درود بر شما آقای دکتر هلاکویی عزیز، حالتون خوبه؟ متشکرم، درود بر شما، بفرمایید. من یه سوالی برام پیش اومده راجع به آزادی حق انتخاب رهبر. در کشورهای مختلف میبینیم که شیوه های مختلفی برای انتخاب رهبر دارن و این سوال بر من پیش میاد که ما که از آزادی داریم صحبت میکنیم. من یه سوالی ازتون بکنم همینجا، نه اینکه اشکالی هست، برای که میخوام مطمئن بشم یه موقع مبادا نظر شما چیز دیگری باشه. شما قصدتون بیان این هست که ما در دنیا به دنبال انتخاب حکومت و یا دولتی هستیم که میدونیم انواع دو سگانه داره و میخوایم یک کسی در شرایطی ریاست اون حکومت رو داشته باشه، چون مفهوم رهبری یه مفهوم مسیر سیاسی هست ولی سیاسی نیست. یعنی شما الان هیچ جای دیگه دنیا نمیرن رهبر انتخاب کنن، میرن رئیس جمهور انتخاب کنن، نخست وزیر انتخاب کنن، پادشاه حتی انتخاب کنن. بنابراین من فکر کنم قصد شما این است که هم مطمئن بشم چون نمیخوام که ما بحثی درباره یک حکومتی و دولتی داریم، یه چیزی به اسم گورنمنت یا به اسم استیت که هست. این مورد نظرتون چیز دیگری است؟ نه، منظور من اینه که به طور کلی وقتی ما از آزادی صحبت میکنیم در انتخاب، وقتی فقط یه نفر باشه دیگه اون آزادی نیست که ما بگیم خب ما مثلا اگر این شاه بوده این بعدش ولی عهد. نه 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 صبر کنی، نه نه اون اون دوم یه بحث در کار نیست. نه 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 صبر کنی، صبر کنی، نه نه صبر کنی. از حال بحث جانشین رو بذارید که اتفاقا دقیقاً به همه آزادی میدن. روزی که در یه جامعه لیبرال دموکراتی میگن هر کی میخواد میتونه بخواد ریاست جمهوری داشته باشه. نه نه سب عزیزم سب کنید، یعنی چی وقتی میگن همه میتونید؟ خب یکی میره بالا، معلومه آخر کار که نمیتونن بگن به 300 میلیون یا 200 میلیون مردم امریکا بیاد رأی بدید، که کار شدنی نیست. مکانیزمی که انتخاب میکنه از یه مسیر انتخاب پشت انتخاب پشت انتخاب حرکت میکنه تا تو هر زمینه برسه به یه شکل قیفی شکل داره که آخر کارش یه نفر معلومه میشینه. به همین است که در یه برخی از کشورها شما برای انتخاب دو نفرن، مثل سیستم دو حزبی امریکا، جوامعی هستن که چند حزبی هستن چند نفر، ولی معلومه که باید اینجوری بشه. به آزادی چه ارتباطی داره؟ منظورم اینه که هرچی که اون تنوع باشه در انتخابات، هر که تنوع باشه این بیشترین افراد جامعه رو پوشش میده. نه عزیزم، نه نه با صبر کنید، نه 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 آخه عزیزم بذارید بس شما اصلا بیاد یه سیستم رو ده نفره کنه تو جامعه 200 میلیون بزرگسال امریکا که معنی نداره، که به جای پنج یه نفر دو نفر بشه پنج نفر بشه ده نفر. اینکه یک دفعه 200 میلیون رو که در نه عزیزم، نه یه زمان من منظورم یه چیزه از مصاحبه ای که اینها با مردم دارن، مثل انتخابات آمریکا که میان میگن اصلا قصدشون چیه، روششون چیه، هدفشون چیه، اون یک طرف مسئله است. یکی هم سلامت روانی کسی که میخواد رهبری سیاسی رو بگیره، اونم من برام یه سوالی که من هرگز ندیدم که بخوان در امریکا این کارو نمیکنن. نه صبر کنید، نمیکنن. نه 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 نه، برای اینکه نمیکنن، برای اینکه دوچار اصلا شما بیاد هر کسی رو متهم کنید بگید این اسکیزوفرنیه، اون یکی بایپولار، اون یکی بوردرلاینه، اینجوری که نمیتونن. خب باید یه تشخیص باشه که پذیرفت. نه نه صبر کنید عزیزم، شما حرفتون این است که شما اگر کسی میخواد رئیس جمهور بشه باید یک به اصطلاح سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن کامل بشه، بگن این آدم سالمه. خب همچین چیزی نمیشه. خب همچین کاری میکنه در رو الا شیاز که میگن شما نگاه کنید ببینید من که دیوونه است یا نیست. نه که دیوونه، انتخاب رو چرا بگیم دیوونه؟ ما که نمیریم هر کسی که مشکل روانی داره برچسب دیوانگی بهش بزنیم. خب چه برچسب بزنیم؟ چه مشکل روانی مثلا چی میخواد؟ اگه یکی گفتم بایپولار دو قطبی به در ریاست جمهوری میخوره یا نه؟ نمیخوره. خب خب شما لطف بفرمایید. نه عزیز من بخوادی بحث بی خودی نکنی، به من بفرمایید بیماری های روانی که فرد رو
از اینکه شایستگی ریاست جمهوری یا نخست وزیری هر چیزی داشته باشه من چی هستن شما که میدونید؟ بیماری هایی که همینطور به قول شما مثلا بایپولار میتونه یکی رو بالا پایین بره، اگر مورد درمان قرار نگیره خب روی تصمیم گیری های اون فرد هم میتونه اثر بذاره. آدم بایپولار یه موقع به قول شما توی قله هاست، یه موقع تو دره هاست. اینه که باید یک توازنی از نظر روانی داشته باشه که بتونه امور سیاسی رو بچرخونه. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا شما تعیین کننده قاعده این کار میخواید چی بگذارید در یه جامعه مانند امریکا؟ چی میخواید بفرمایید؟ که هر که همه آدما که همه صبر کنید که همه آدمایی که داوطلب ریاست جمهوری هستن باید برن از نظر روانی در یه مرکز روانی ارزیابی روانی بشن؟ اگر میخوان به صورت خصوصی نگرش دارن، از لحاظ اینکه خب اونام حق دارن که به قول معروف دیسکلوژر نشه اون مشکلاتی که دارن، ولی به طور خصوصی مثل وقتی که میریم استخدام میشیم جایی که قبلا یک آزمایش هایی میکنن، ازشون یک آزمایش هایی بشه و بر طبق اون آزمایش ها کسی رو که بیشترین شرایط یک روانی عزیز من داره. عزیز من اولا آخه شما همینجوری دارید حرفا کجا؟ اگر شما بخواید استاد دانشگاه بشید استخدام یک وزارتخونه ای بشید به شما میگن باید برید امتحان روانی بدید؟ نه نمیگم، ولی برای کسی که میخواد رهبر بشه این خیلی چیز مهمه، چون خب چیز مهم. یه ملت زیر دستش. آخه عزیز من کسی نمیگه مهم نیست. نه بچه‌ها بذارید بحثمون رو قطع کنیم. ببینید عزیز من، آخه یه حرفای عجب شما، من دارم میگم شما پیشنهادتون رو من فهمیدم اینه که تمام کسانی که میخوان یه نقشی اینچنین مهم پیدا کنن باید برن یه ارزیابی روانی بشن و اون ارزیابی روانی اعلام بشه که این آدم از نظر روانی اختلال شخصیتی، بیماری ها یا بایپولار رو دو قطبی که میگید ندارن. این مطلبی است که شما میفرمایید؟ فقط اون یه لحظه هم نیست، چون یه چیزی که ممکنه بعدن اتفاق بیفته، بعد از اینکه یه نفر انتخاب شد ممکنه یه مشکلایی براش پیش بیاد. یعنی در هر صورت یک نظارتی بر صحت روانی، همینجور که یه نظارتی بر رئیس جمهورها برای صحت جسمیشون هست و دکترای متخصص دارن که مواظب باشن که حال اینها چطور هست. سرکار خانم، تا به حال کی آمدن دکترها اعلان کردن که این رئیس جمهور نمیتونه رئیس جمهور باشه به دلیل پزشکی؟ ها چرا حرفای عجیب و غریب میزنید؟ خب فکر میکنید خوبه؟ نه حتما غلط و اشتباه مطلبی که شما پیشنهاد میکنید. آخه این کار شدنی نیست. حرف عبارت از این است که ما یه آدمایی پیشنهاد میکنن احتمالی که به فرموده شما بیمار باشه نظر فیزیکی یا بیمار باشه نظر روانی یا بیمار بشه نظر روانی هست، ولی سیستما در چارچوب سیاسی وارد بحث روانشناسی نمیشه، چون همه رو میشه هر برچسبی روی زد مثلا دیگه کسی نمیتونه تصمیم بگیره. مرکزی هم وجود نداره که بگیم ما یه مرکزی در امریکا درست میکنیم همه آدمایی که میخوان چه حالا هر چی باشن حالا ریاست جمهوری برن اونجا نشون به نظر فیزیکی و روانی سالمن، یه کارت سلامتی بگیرن، حالا بیان تو انتخابات شرکت کنن. نه این کارو نکردن، برای که بحث سیاست جای خودشو داره. شما این کارو تو ازدواج نمیکنید، تو استخدام نمیکنید، تو جای دیگه هم نمیکنید. خب شادم بدبختی هایی که تو جامعه هست. آخه عزیز من، آخه راهش این نیست. شما که نمیتونید، شما اولا بحث رو با آزادی شروع کردید، حالا تازه دارید همون آزادی رو از بین میبرید. یعنی حرفت این است که اگر کسی من گفتم خصوصی که عزیز من اگه خصوصی اعلان نمیشه چه فایده ای داره؟ اصلا من بدونم من بیمار روانی هم بس. اگر خصوصی پرون ببونه که تازه من بیشتر شما بذارید به شما بگم 20-30% کسانی که میخوان این نوع نقش ها رو داشت باشن مشکلات روانی دارن، چون اگه نداشت باشن نمیرن. پس بنابراین حرفتون درسته که از 100 بس ها 20-30 مریضن، ولی ما راهی برای تشخیص و بعد کنار گذاشتنشون نداریم. بعد اگر میفرمایید خصوصی باشه که خب کی میاد میگه من میخوام رئیس جمهور بشم ولی چون میدونم بیمار روانی هستم نمیتونم بشم پس نمیرم؟ نه تازه اتفاقا بیشتر میخواد بره. شما راه حل نشون بدید. شما حرفتون این است، ببینید عزیز، یه ذهنی نه یه ذهن ایدئالی دارید، خیالی و رویایی برای خودتون که آدمای مسئول که زندگی آدما، هستی آدما، ای بس نابودی یک کشور یا جهان در اختیارشونه، باید مطمئن بشیم
حداقل سلامتی فیزیکی و روانی دارن. حرف درسته، ولی راهی برای تازه گیریش و انتخابش نیست. حرف این است که یه آدمی مثل من یا مثل شما، فرقی نمی‌کنه، صحبت و سخنرانی یه آدم، یه خانم، آقای رو می‌شنوید. شما اگر یه کمی آگاهی داشته باشید می‌تونید بفهمید با یه آدم سالم روبروید یا بیمار و گرفتار. این که شما اصلا این خیلی خب این چیزی است که در اصلا ندارم آقای دکتر. آخه پروسس نمیگم شما تشخیص میدی. من صحبت دوستانی که تو کار سیاست هستن دارم، از 15 دقیقه که میاد 5 تا علامت بیماری داره نشون میده و معلومه هرگز من به اون رأی نمیدم. ولی اگر شما این کار نیستی، تخصصی تو این زمینه دارید که میتونی تصمیم بگیری. تازه این بسا یه آدم بیمار به نظرتون جالب هم بیاد، مثل هیتلر. یعنی ولی خب آخه عزیزم حرف شما راه حل نداره. درست مثل که شما برگردید بگید پدری و مادری رو هر سال آدم ها باید برن تست بدن، اگه پدر و مادر خوبی هستن اگر نه بچه ها رو ازشون بگیریم. هم چه کار نمی کنیم تو دنیا؟ ما هم چه دنیایی نداریم، ما هم چه امکانی نداریم. ببینید عزیز، در یک کشوری مانند امریکا از 42 تا جرمی که میشه یکیش میره دادگاه. برای که اگر قرار بود همه کسانی که به نوعی متهمند و یا خلاف میکنن برن دادگاه، اصلا در امریکا هیچ سیستمی کار نمی کرد. هیچ کس نه در دانشگاه میرفت، نه در مدرسه میرفت، نه سر هیچ مدارهی میرفت، همه صبح تا غروب تو صف دادگاه ایستاده بودن. سیستم حقوقی میاد میگه من در امریکا از 42 تا تخلف، جرم، جنایتی که اتفاق میفته یکیش رو اینورم دادگاه. تازه سیستم دادگستری به خاطر این فلجه، برای که پروسه‌ای که داره طولانیست. بنابراین وقتی شما نگاه میکنید 1000 تا اتومبیل تون میرن، یکیشون رو میگیرن، تازه از 5000 تا یکی رو میگیرن. فرض میکنن از این طریق میتونن سیستم رو کنترل کنن. ولی اگر آمدن دستگاهی وصل کردن به اتومبیلا که به زودی خواهد شد، گذاشتن تو خیابونا که به مجردی که شما تون رفتید جریمتون رو بنویسه، شما یه سیستمی درست کردید که شاید هزینه کمی داره، بتونید به نتیجه برسید، هم درست رانندگی کنن. ولی اینو در قسمت مسائل روانی تو زندگی نمیشه گذاشت. شما که نمیتونید دائما بگید رئیس که داره باید ثابت بشه سالمه و الا از کار برکنه. اما در مسائل سنگین و شدیدش معلوم همه جا اقدام میکنن. این اقدام هم بسیاری مکانیزمایی تو سیستم سیاسی گذاشته میشه که آدما میتونن به اصطلاح فراخوان داشته باشن، اونا رو باز بگردن، استیزا داشته باشن، زیر سوال ببرن. فرض بفرمایید یه ریاست جمهوری شروع کنه علائم بسیار آشکار و مشخص بیماری رو نشون بده. وقتی یه چنین اینو نشون داد، خب در همه سیستم‌های سیاسی قرار یه مکانیزمایی باشه که چگونه میشه این ریاست جمهوری رو برکنار کرد. اینجا مسئله استیزایش مطرحه، اینجا مسئله ایمپیچمنتش مطرحه. خب میبرنش به اونجا. درست مثل که فرض کنید آقای ترامپ یا آقای کلینتون یه کاری کردن که به نظر جرم آمد، نتیجتا رفتن تو مسیر برکناریشون. داستان این بود دیگه. اما در محاکماتی که صورت گرفت به این نتیجه نرسیدن که اونها وارد یه حوزه‌ای شدن که میشه کنارشون گذاشت، به همین سادگی. خب در شرایط سنگین اینا وجود داره، برای که مسئله مهم و اساسیه. ولی یا مثلا فرض کنید یه رئیس جمهوری متوجه بشن آلزایمر گرفته، اصلا حرفایی که میزنه نامربوطه، خب معلومه میبرنش. یعنی به هر حال رأی داده میشه بر اساس آنچه که در قانون از قبل گذاشته شده که چگونه میشه این نفر رو ازش سوال کرد، چگونه مسئوله، چگونه میشه برکنار. خب اینا هست عزیز. اینکه طرف بره و بعدن و این راحتی ها نمیشه، ولی در حدی که شما انتظار دارید نیست. من میگم که اگر شما گفتگوهای من رو با آقای دکتر حسامی که الان 7-8 جلسه است در باره سیاست بشنوید، تمام بحث این است، حتی صحبتی که بوده اینه که یکی از شرایط اینه که ما بگیم این آدما چگونه انتخاب میشن، ولی این آدما چگونه مورد پرسش قرار میگیرن، این آدما چگونه باید جوابگو باشن، این آدما چگونه استیضاع میشن، این آدما چگونه مجبور به استعفا میشن، این آدما چگونه برکنار میشن. یعنی این مکانیزما توی یه سیستم انتخاباتی باید باشه. اما پیشنهادی که شما میفرمایید اون اصلا شدنی نیست. یعنی اون مسئله پیچیده انتخاباتی که ای بسا نیمی از مردم رأی نمیدن، اون نیمه دیگری که از مردم رأی میدن به دلیل گرایش ها و جهت هایی که دارن، بدون که حتی یه شناخت نسبی
نه تنها از اون آدم، از سیاست ها و برنامه هاش داشته باشن رأی میدن. یعنی این موضوع مورد توجه مردم نیست. ببینید عزیز، آمارای امریکا نشون میده 3% مردم درگیر فعالیت های سیاسی هستند، 97% نیستن، اصلا شغل و کارشون نیست. 4 سال یه دفعه میرن رأی میدن یا 2 سال یه دفعه رأی میدن به برخی از نمایندگان، ولی این زندگی مردم نیست، این علاقه مردم نیست. برای این موضوع ها یکی از پیچیده ترین ها هستن. به همین جاست که به نوعی هی غربال میشه. فرض این است که ما یه مکانیزمایی بگذاریم برای انتخابات. فرض بفرمایید یه جایی مثل امریکا شما یه چیزی به اسم ریاست جمهوری دارید، برای که سیستم ریاستی است، بسیار هم پرقدرته، رئیس جمهور از دو تا حزب، اینکه مانع حزب دیگر، ولی اونا رأی نمیارن، دو تا حزب میان بالا انتخاب میشن، یک طریقه برکناری و مسائل مسئولیت ها و تعهد ها و ایناشون هم میدونیم، قوانین هم به مقدار زیادی مشخصه. در یه سیستم مانند فرض بفرمایید انگلستان اصلا این گونه نیست. در سیستم انگلستان الان دو تا حزب اصلی کدام رأی رو در مجلس به دست میارن؟ وقتی در مجلس به دست آوردن معمولا رهبر خودشون رو یا کسی که انتخاب کردن میشه نخست وزیر. بنابراین الان در اینجا چه وضعیتی وجود داره؟ کسی که رئیس دولت به یک اعتبار، پادشاه که خصوصاً به سمبولیک و نمادین داره، کسی که نخست وزیره و سیاست و قوه مجریه در اختیارشه، رهبر حزب اکثریتی است که در مجلس یا مجلسین هستند. به همین سادگی. نتیجتاً در اونجا بعد از اینکه افراد انتخاب شدن برای اون مجلس، خودشون یکی رو انتخاب میکنن و چون اکثریت با اوناست و با اکثریت نسبی، یعنی 51% رأی، اون نخست وزیر میشه، میشه نخست وزیر. حالا این نخست وزیر در این حال هم میتونه توسط حزب کوچک دیگری برکنار بشه اگر تخلف کنه، خلاف قاعده و قانون حرکت کنه. ولی اگر در مسیر عادی است که بحث درباره تفاوت سلیقه ها و عقیده ها درباره سیاست انگلستان، نه به جایی نمیرسن. اینی که شما احتمالاً من نشنیدم، به نظرم این ظرف 50 سال گذشته هیچ وقت مکانیزمی راه نیفتاده در انگلستان که نخست وزیر رو کنار بگذارن، برای که نوع سیستم این گونه است. اما در امریکا شما به راحتی میبینید یه همچین چیزی در خصوص آقای کلینتون بود، در خصوص آقای ترامپ هم بود. چرا؟ برای که اونا در یه زمینه یک کاری کردن که موضوع در سطح جامعه مطرح شد و بعدن از اون مکانیزم ها استفاده شد که این آدم آیا شایستگی داره یا نداره، و اگر کسی است که به نوعی یا گرفتاره یا بیماره و یا قانون رو شکسته، اونم تازه برخی از اوقات این ریاست جمهوری میتونه قانون رو بشکنه در دوران ریاست جمهوریش به خاطر پیچیدگی مسئله، ولی هیچ کارش هم نکنن. ولی بعد از اینکه از ریاست جمهوری کنار گذاشته شد، حالا میرن سراغش. درست مانند موضوع آقای ترامپ. در دوران آقای ترامپ که خودش رئیس به یک اعتبار قوه مجریه هست و در این حال رئیس جمهوری است در امریکا با اختیارات فوق العاده، معلومه که ایشون رو نمیبرن به دادگاه مگر برای برکناری. اما بعد از اینکه از ریاست جمهوری کنار گذاشته شدن، حالا میبینید در ایالت‌های مختلف دادگاه‌های متفاوت بر اساس شکایت‌های فرد، یه فرد، یه خانم که میگه من باهاش پرس کنید با من همخوابه شده، در حالی که زن داشته، خانمش هم تازه بچه دار بوده، که اون از نظر قانونی بحث نیست، ولی از نظر نوع پرداختی که به این خانم شده از حساب انتخابات برای این رابطه جنسی پرداخت شده، در چارچوب قوانین امریکا این جرمه. حالا میبرنش دادگاه ببینن که ایشون مرتکب این جرم شده یا نشده، و بر مبنای اون حالا که رئیس جمهور نیستند میتونن محاکمه بشن و محکوم شدن حتی برن زندان. ولی در دوران ریاست جمهوریشون نه، برای که یه مملکت رو نمیشه در اون شرایط درگیر یه چنین موضوعهایی کرد و خطراتی که داره. بنابراین شما وقتی نگاه کنید به قانون اساسی امریکا و بعد نگاه کنید به قوانین مربوط به این سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه و تفکیکشون و به یک اعتبار آزادی هاشون و بعد نوع چیزی که به عنوان چک اند بالانس میگن، چگونه میشه یکی دیگری رو به نوعی کنترل کنه، در اختیار بگیره، منحل کنه، انتخابات مجدد بکنه، اینا تقریبا از قبل همه به مقدار زیادی نوشته شده و در امریکا با این تجربه 200-300 ساله به اعتبار دموکراسی
به تدریج این قواعد رو اونگونه چرخوندن که در موارد سنگین و شدید بتونند به نوعی مسئله رو روشن کنند و حل کنند. اشکال هست فراوان، جای بحث و گفتگو هست فراوان، بحث ایدئال و حتی نوع خوب، نمیگم ایدئال، نوع خوب واقعی هست فراوان، ولی ما در هیچ جای دیگه هم این کار نداریم عزیز. ما خیابونای خوبی نداریم، ما مدرسه خوبی نداریم، ما پدر مادرای خوبی نداریم، ما نمیدونم گوشت خوبی نداریم، ما سبزی خوبی نداریم، حکومت خوبی هم نداریم. نه اینکه بگم معناش این است که با یه انسانی روبرو هستید که ناقصه، با یه انسانی است که به مقدار زیادی خودخواهه، نادانه، بیش از حد میخواد، در یه جدالی قرار میگیره و بنابراین یه مقدار قواعدی آمده گذاشته شده برای که بتونیم در حالی که کمی از آزادیامونو میدیم و کمی از حقوقمونو میدیم، دولت و حکومتی باشه که آزادی ها و حقوق بیشتر رو برای ما فراهم کنه. اینا مباحث و مسائل اساسی است که شما وقتی در رشته علوم سیاسی 8 سال 9 سال 10 سال درس بخونید تا به دکترا برسید، همه اینا اونجا مطرح میشه و من این فرصت رو ازش استفاده کنم. من با آقای دکتر آرام حسامی به عنوان استاد علوم سیاسی فکر کنم در 12 جلسه گفتگو درباره موضوع سیاست داشتیم به عنوان اولین نهاد. از همین هفته من آقای دکتر آرام حسامی به عنوان استاد علوم سیاسی خواهند بود، از آقای دکتر سیروس مشکی به عنوان حقوقدان هم در ایران که وکیل پایه یک بودن هم در اینجا که به عنوان وکیل رسمی کار میکنن و ضمناً لیسانس و فوق لیسانس و دکترای حقوق رو از دانشگاه تهران در ایران گرفتن، فرد آگاه و دانایی در این زمینه است، دعوت کردم که در اولین جلسه اون چی که به عنوان به قول معروف اون دو امدادی هست یه بحثی درباره مسئله ارتباط سیاست با حقوق و قانون و سیستم قضایی که مهمترین مسئله است داشته باشیم، ولی از هفته بعدش وارد بحث موضوعی حقوقی میشیم، همین مطالبی که شما بهش اشاره دارید. در اینجا مسئله اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرحه، قوانین اساسی مطرحه، قوانین مدنی مطرحه، دو تا موضوع بسیار مهم، قوانین مربوط به خانواده مطرحه و قوانین مربوط به مجازات یا قوانین جزا یا کیفری، برای که اون چیزی است که الان در جامعه ایرانی هم موضوع و مسئله است. بنابراین من در روزهای دوشنبه در برنامه جامعه سالم که از 9 ژانویه آغاز کردم مباحث کلی اجتماعی رو آوردم، بعد وارد بحث سیاست شدم، حالا وارد بحث حقوقی و قانونی و قضایی میشم، بعدش وارد مباحث اقتصادی میشم و پیش میرم تا اونجایی که امکانش باشه و از دوستان آگاه و دانا در این زمینه کمک میگیرم. بنابراین پیشنهادم نه به شما، به بقیه دوستان این است که اگر مایل هستند درباره موضوعهای اجتماعی به ویژه سیاسی که تا به حال بحث شده ولی همچنان شاخه دوم سیاست حقوق و قانون است، چون اصلا تعریف حکومت چیه؟ حکومت مجموعه سازمان‌هایی است که به وضع و اجرای قانون می‌پردازه. پس بنابراین اینا به هم کاملا مرتبط هستن، صحبت کنیم. و امروز اگر 100 نفر در مجلس نمایندگان و سنا و در رده‌های بالای آمریکا هستن، 95 تاشون وکیلن. یعنی این تنها راهی است که آدما میتونن با خاطر آسوده در این همچین جایگاهی قرار بگیرن، برای که باید با قانون و عدالت به یک اعتبار آشنا باشن. این گفتگو رو دارم منم متأسفانه با